چین توان پرداخت مخارج دولت سازی و جنگ طالبان را ندارد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموعه خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: چین توان پرداخت مخارج دولت سازی و جنگ طالبان را ندارد. در بازی بزرگ جدید در افغانستان، اگر طالبان حاضر شوند دختران را همانند جامعه اروپایی آزاد بگذارند و فضا را باز کنند، باز هم کشورهای با هم رقیب اجازه تشکیل یک دولت مستقر و بی درد سر را برای آنان نخواهند داد. دلیلش این است که جنگ خصلت بومی ندارد و سرچشمه است از بیرون است. دیگران برای تصفیه حساب راهبردی امنیتی و اقتصادی با همدیگر در نبرد خاموشند. در این بازی قدرت ملی در افغانستان غیر حاضر است و این قدرت از سقوط داوود خان به بعد دوباره نتوانست شکل بگیرد، نگذاشتن شکل بگیرد و از این بعد نیز نمیگذارن شکل بگیرد. متفقین ایران، چین و پاکستان و جمع روسیه خیال ایجاد بر زمینه استبداد آسیایی ایجاد نظم نوین شرقی را در سر دارند که جای نظم نوین جهانی و رهبری غرب را بگیرد. اما منتقدین نظم نوین شرقی توان چنین کاری را ندارند و قدرت بازدهی اقتصاد آنان به پای غرب نمی رسد. افزون بر این، هند دشمن اصلی نظم نوین شرقی به رهبری چین، لشکر نیابتی القاعده و داعش و جبهه مقاومت ملی در صحنه حاضر است. چین توان پرداخت مخارج طالبان برای ایجاد ثبات پایدار و همزمان جنگ آنان بر ضد مقاومت ملی و داعش را ندارد. در همین حال رزاق مامون در پست دیگر: از عجایب تاریخ سیاسی افغانستان، برگه های تاریخ، از رخنامه دکتر جمراد جمشید، از سفرنامه و خاطرات امیر عبدالرحمن خان: زمانی که 9 ساله بودم پدرم مرا از کابل به بلخ احضار نمود. در بهار سال 4 13 سالگی پدرم به جهت شرفیابی حضور امیر دوست محمد خان به کابل رفت و مرا به جای خودش فرمان فرمای ترکستان مقرر داشت. در ابتدای زمستان پدرم از کابل به من نوشت که جدم مرا به حکومت تاشقرغان مفتخر نموده، باید فوراً با 1000 سوار و 2000 خاصدار و 6 اراده توپ حرکت نموده آنجا بروم. لذا به موجب این حاکم عازم تاشقرغان شدم. بعد از مدت 2 سال پدرم به تاشقرغان آمد، محاسبات ولایتی را از من مطالبه نمود چون دید من با مردم به طور ملایمت رفتار کردم. از تخفیفات مالیاتی که داده بودم انکار نمود. بعد از رفتن پدرم چون دیدم اقتدار کامل ندارم که به موجب خیالات خود رفتار نمایم، از حکومت استعفا کردن نایب خود را به عوض خودم مقرر نموده به دختر پل سر پل رفته اقامت نمودم. در این وقت وزیر دربار محمد خان حاکم هرات به پدرم نوشت که می خواهد دختر خود را به من ترویج نماید. خواهش او را پدرم پذیرفته و دخترش را نامزاد من نبود. سپه سالار پدرم یک نفر انگلیسی به نام شیر محمد خان بود که تغییر مذهب داده بود. این صاحب منصب را که در انگلستان به نام کمبل معروف بود در سال 1250 هجری قمری در جنگ قندهار با شاه شجاع لشکر جدم اسیر نمودند. مشاور لیه صاحب منصب شجاع نظامی خیلی زرنگ و طبیب خوبی بود و مرا خیلی دوست می داشت. این شخص یکی از اشخاص با کفایت زمان خود محسوب می شد. رتبه سپه سالاری تمام قشون بلخ را که تعداد آن به 30500 نفر بودند دارا بود.
از این تعداد 15,000 نفر اساتر نظامی سواره و پیاده و توپخانه بودند. مابقی لشکر ردیف از 3 طایفه یعنی ازبک و درانی و کابلی بود. عبدالرحیم خان سابق الذکر از ترقیات من هست ورزیده و به مخالفت من شروع به فساد کرد. روزی به پدرم اظهار داشت که پسرت به شرب شراب و کشیدن چرس معتاد شده است. حالا اینکه ابتدا چنین عملی نداشتم چون خیلی جاهل بودم و از سرزنش های پدرم به تنگ آمده بودم، مصمم شدم از بلخ فرار نموده نزد پدر زن خودم به هرات بروم. در حینی که مخفیانه مشغول تهیه فرار بودم، نوکرهای من اراده مرا به پدرم اطلاع دادند. پدرم تحقیقات به عمل آورده چون دید این فقره صحت دارد مرا حبس نموده، تمام ارزلها و غلام ها و نوکرهای مرا از من گرفت. مدت یک سال معمولا در حبس ماندم و خیلی معلول بودم. شیر محمد خان وفات یافت. پدرم یک نفر از نوکرهای امین خود را که از طایفه توخی و اسمش عبدالرؤوف خان پسر جعفر خان بود به جهت سپه سالاری انتخاب کرد. از قبول آن امتنا نموده و به پدرم گفت که پسر خودتان که یک سال است در حبس می باشد و حالا به سرای تقصیرات خود رسیده است، شایسته است به جای شیر محمد خان مقرر شود. آخر پدرم راضی شدم مرا به حضور خود به طلبت. من هم بدون آن که موی سر خود را اصلاح نمایم یا صورت خود را بشویم، با همان لباسی که روز اول در حبس رفته بودم و زنجیر هم به پای من بود، از محبس به همان حالت مستقیما به حضور پدرم رفتم و محض این که مرا دید جسمهایش پر از اشک گردیده و گفت: چرا مرتکب این گونه حرکات شدی؟ من عرض کردم خطایی نکردم. پدرم تمام صاحب منصبان نظامی را مخاطب نمود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.